آیا قانونی برای من انتقاد از حکومت عموی تصویب شده است؟ این فرازی از نوشته سید مهدی شجاعی است که با انتشار نامه سرگشاده پرده از خالص سازی در حوزه کتاب در ایران برداشته است با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم سید مهدی شجاعی پژوهشگر نویسنده فیلم نام نویس و روزنامه نگار معاصر ایرانی و صاحب کتاب های پر مخاطبی است شجاعی از جمله نویسندگان پرکار در حوزه ادبیات آینی به شمار می رود و به همین جهت از نگاه برخی لقب پدر ادبیات آینی به درستی به او داده شده است او چندین دهه مسئولیت های گوناگون فرهنگ دولتی و یا مسئولیت برخی از انتشارات های بزرگ و معتبر در ایران بر عهده داشته و طی این مدت آثار نوشتاری و دیداری فراوانی را پدید آورده است سید مهدی شجاعی در حوزه ادبیات نوجوانان نیز بسیار فعال بوده است از آثار منتشر شده از او در این حوزه می توان به مجموعه دانستانی های اسلامی برای نوجوانان و نیز های ایمان و گندم اندوه برادر و کشتی نوح اشاره کرد کتاب <تصفح> <تصفح> کشتی پهلو گرفته طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرتیراژترین کتاب ادبیات داستانی ایران است و پرفروشترین اثر سید مهدی شجاعی نیز به شمار می رود. کتاب کشتی پهلو گرفته چهارده فصل دارد و در هر فصل یکی از وابستگان حضرت فاطمه سلام الله علیها در رسای این شخصیت بزرگ سخن گفته است. کتاب پدر عشق و پسر کتابی ده مجلسی و ده فصلی است که روایت زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام از زبان عقاب اسب ایشان است مادر حضرت علی اکبر در هنگامه آشورا در بستر بیماری بود و در آن لحظات آخر همراهش نبود عقاب در ده مجلسی که به واقعی آشورا ختم می شود داستان شهادت پسر را برای مادر نقل می کند. سید مهدی شجاعی که بسیاری از آثارش را در قالب رمان نمایشنامه و نظایر آن بر اساس پجوهش های دینی می نویسد با انتشار نامه ای در صفحه شخصیش در اینستاگرام پرده از خالص سازی در حوزه ی کتاب برداشته است. او تأکید می کند که با اشکال و روی کرت های تازه از سانسور کتاب مواجه هستیم. شجاعی با اشاره به اینکه رمان جدیدش درباره حضرت سجاد علیه السلام با ممیزی و تنگ نظری های بی ای مواجه شده درباره شکل تازه از اعمال سلیقه که آن را استبدادی میخواند خبر می دهد. او در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته است آیا قانونی برای منع انتقاد از حکومت عموی در جایی تصویب شده است؟ اگر چنین قانونی باشد طبعا اهالی فرهنگ و ادب و اندیشه از آن مطلع می شوند و اگر نیست چرا ادعای اختیار و قدرت جلوگیری از انتشار چنین اثری را دارند وی خطاب به مسئولان فرهنگی ایران نوشته است فرض که مردم را صاحب تشخیص می دانید. آثارم را با حذف و سانسور در اختیارشان بگذارید تا خفقان و انصداد آشکار شود مشروط به اینکه مردم به مفهوم واقعی مردم باشند نه آن گروه محدود و معدودی که میشناسیم و میشناسید سید مهدی شجاعی در ادامه تاکید کرده اگر رأی و نظر مردم در مورد کتاب بعد از انتشار مهم است قبل از انتشار که مهمتر است خودم هم می توانم این موارد را در معرض رأی و نظر مردم بگذارم خلاصه آنچه من نقدن طالب آن هستم سراحت و شفافیت است وی در ادامه همچنین نوشته از آنچه مسلم است در رمان حماسه سجادی از این موانع عبور می کند و تحت هر شرایطی به دست مخاطب می رسد همچنان که این حقایق طی قرنها از موانع و مزایق عدیده گذر کرده و به دست ما رسیده است چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند سید مهدی شجاعی نامه سرگشاده خود را این چنین به پایان میرساند اگر قانون یا مصوبه ای در مورد ممنوعیت نقل فضایل پیامبر و ائمه و نقل عمل کرد دشمنانشان دارن ارائه دهند و اگر ندارن مثل بقیه قوانین با عناوینی از قبیل سیانت و از و تصویب و اعلام کنند تا محققان و نویسندگان هم مثل بقیه اهالی فرهنگ و اندیشه و هنر تکلیفشان را بدانند علی اکبری اخبار شیعه